سازمان بسیج گزارشی رو تهیه کرده محرمانه و برای خامنه ای و پاره ای از مسئولین اطلاعاتی امنیتی فرستاده و در اون عنوان کرده که گردانهای آشورا و از زهرا دوچار ریزه شدند از سال 1401 و درگیری با مردم و باید جای اونها رو پر کنه مسئله اینه که سازمان بسیج مستضفین که پیاده نظام ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است این ماشین این پیاده نظام از مدت ها قبل به دلیل اینکه در بین مردم بوده و مردم اونها رو تحویل نمیگیرند بایکوت کردند در پاره زمینه ها اونها رو خجالت زده کردند یا در درگیری های خیابانی وقتی در مقابله با زنان و دختران قرار گرفتند دچار فشار اجتماعی بالایی شدند و مسائل دیگهی که در جامعه هست مثل گرونی، فساد، غیرو که همه آهاد جامعه رو متأثر کرده اونها رو هم متأثر کرده از مدت ها قبل دچار مشکل شده اگرچه رژیم روی کاغذ مدعی داشتن دونیم میلیون گاهی سیزده میلیون بسیجی و غیره ولی اونها حرفای گذافه و بیمبناست آنچه که هرفهی روش حساب میتونن بکنن عددی بین دیویس هزار تا دیویس و هزار نفره که عمدتا هم قسمت آقایون در گردان گردانهای موسوم به آشورا سازماندهی شدند و در قسمت خانم ها در ارگان در گردانهای های از زهرا اینها اون بخشی است که در جنبش ژینا در انقلاب محسا دیدیم که با همه تلاشی که کردن در سطح کشور توانستند پنجاه هزار نفر از این نیروها رو بیارن و راهی خیابون کنن و به جنگ مردم بفرستن ولی همین مقدار هم از 1401 تا امروز برابر این گزارش دچار ریزش بیشتر شده حتی کارتهاشون رو بعضی پس دادن یا استفاده دادن یا اصلا نمیان به فراخانها جواب نمیدند و به هر صورت بحران در سازمان بسیج هست و نگرانی که در این گزارش عنوان شده این است که اگر اعتراضات خیابونی دیگری به هر شکل به هر دلیلی پا بگیره و شکل بگیره مثلا اگر جنگ با اسرائیل بشه و اسرائیل بخشای از کشور رو بزنه و مردم در اعتراض به جنگی که جنگ مردم ایران نیست و تنها خامنگی برای انتقامگیری یا به قول خودش خونخواهی یک اصطلاح قبیلگی یک تروریست غیر ایرانی و فاسد مملکت ما رو به جنگ بکشونه احتمال زیاد داره که مردم اگر به خصوص اسرائیل زیر هایی رو بزنن که تنگناهایی برای انرژی برق برای نان نانوایی و غیره پیدا بشه اون وقت احتمال اعتراضات خیابانی هست و در این حالت این گزارش میگه که ما نیرو نداریم و باید چارجویی بشه ضمن اینکه احتیاج به جنگ هم نیست همینطوری بخش های مختلف جامعه مشکل دارند و اعتراضات گوناگونی در جامعه هست که با وضعیتی که کشور داره حرکت میکنه هر جرقه ای میتونه که اعتراضات خیابانی رو شکل بده در همین گزارش درخواست بودجه شده امکانات شده و خواستند از مقامات ارشد که همین الان به فکر باشند چون گفتند که اگر همین الان هم داوطلبی می رو بتونیم بگیریم جذب کنیم آموزش اونها برای اینکه آماده بشند و راهی خیابان بکنند دو سال طول میکشه و این مراحل آموزشی مختلفی که برای اونها دارن به همین دلیل هم واقعا باید بایکوت بسیجی ها رو جدی گرفت در هر جایی که هستن در هر محله و کوی و برزنی که هستن برای اینکه وقتی در اقیانوس مردم حل بشن ببینن که جایی ندارن کاسب محل اهل محل در و همسایه مسجد محل یا هر نوع زمین ورزش محل کتابخونه هر جایی ببینن که اگر کسی عضو بسیج بود در بین مردم جا نداره موضوعی است که تأمین نیرو رو به هم ریزش رو باز هم تشدید میکنه و هم تأمین نیرو رو براشون دشوارتر میکنه باید جوری باشه که پیوستن به بسیج یک ضد ارزش ضد مردمی ضد منافع ملی و ضد دین و خدا و پیغمبر و باور و ضد مردم ایران باشه و به این ترتیب کسی حوس پیوستن به بسیج رو هم نکنه در همین حال اعتصاب پرستاران که بیش از دو سه هفته است در جریانه گسترش پیدا کرده و بیش از پنجاه بیمارستان کشور رو در بر گرفته موضوعی که حکومت در پاره از جاها گزارش شده برای متفرق کردن تجمع پرستاران معترض گاز فلفل زده موضوعی که یا بعضی از اونها رو احزار کرده تهدید کرده موضوعی که باز هم اعتراض بیشتر پرستاران رو داشته و پرستارانی که حقوقشون ده میلیون پونزده میلیون حالا با سابقه های بیشتر اندکی بیشتره یا کمتر و بابت اضافه کاری ساعتی بیست و پنج هزار تومن میدن اون هم شیفت های طولانی فشار یک کار پر استرس و با مهاجرت و رفتن بخشی از پرستاران روی موجودین شیفت های طولانی و به دلیل کمبود پرستار فشار بیشتر رو تحمل میکنند کاملا محق هستند که دست به اعتصاب زدن و خواستار تعدیل حقوق ها تصیح اونها پرداخت کارانه ها معوقاتشون و ترهایی که برای مشاغلشون هست افزایش اونها و غیرو هستش که به نظرم از مسائلی است که دولت جدید وزیر جدید بهداشت هر کسی که باشه به عنوان اولین اولویت خودش باید در دستورش بگذاره و چاره کنه و از اونجا که بودجه کم اومده دولت همین جوری هم کسری های بزرگ داره یکی از معضلات و از سوی دیگه روند خروج پرستاران از سیستم درمانی کشور ادامه داره به خصوص اینکه تقریبا تمام کشورهای صنعتی و مهم دنیا از کشورهای اروپایی تا آمریکا تا کانادا کمبود پرستار دارند و در به در دنبال پرستار میگردند بنابراین پرستاران ایرانی یا هر جای دیگه دنیا که تربیت خوب و آموزش خوب و تجربیات خوبی دارند در واقع پیشاپیش پیش یک بازار بین المللی هم دارند اما مذاکرات صلح خاورمیانه به مراحلی رسیده آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا مجددا سفر کرده با همراهی مصر و قطر واسه میانجیگری دارند میکنند بین اسرائیل و حماس و دیدار کرده آقای بلینکن با آقای نتانیاهو بعد از این گفته که اسرائیل با طرح آمریکا موافقه آقای نتانیاهو البته جداگانه تاکید کرده که هر توافقی بخوان بکنن اولین گامش باید آزاد کردن بقیه گروگانهایی باشه که دست حماس موندن اگر زنده مونده باشن و بعد هم یک جاهای این مذاکرات به گره خورده از جمله اینکه اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که حکومت حماس در غزه ادامه پیدا کنه و یا اینکه گذرگاه رفح به خصوص اون گذرگاه 14 کیلومتری فیلادلفیا در مرز غزه و مصر رو اشغال کرده و حاضر نیست تحویل بده به کس دیگه ای و مسائل این چنینی که باید دید حالا هماس چه جوابی میده و مذاکرات چطور پیش میده ولی جمهوری اسلامی فعلا برای اینکه مسئله ضربه ای رو که بر سر ترور اسماعیل هنی خورده فعلا به تعویق بندازه گفته منتظر نتیجه مذاکرات میشینه که آیا به آتش بس منجر میشه یا نه که اگر بشه گفته از تلافی کردن ممکن است صرف نظر کنه موضوعی که البته دلایلش چیزهای دیگری است که از جمله عدم توازن نظامی و استراتژیک یا نارضایتی مردم یا نارضایتی خود نیروهای مسلح که فعلا حالا بهانه ای رو پیش رو قرار داده خامنه ای که از زیر عملیات شونه خالی کنه شاید فرجی براش باشه اما آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار جمهوری آذربایجان در دیدار پوتین از این کشور دست روی نکته گذاشته که مدت هاست اسباب نگرانی طرفداران محیط زیست و پنج کشور اطراف دریای مازندرانه و اون اینکه روسیه آب رودخانه ولگا را که تامین کننده 80 درصد آب دریای مازندران این بزرگترین دریاچه دنیاست بسته کم کرده و با سطح هایی که زده و مصرف بیرویهی کشاورزی که میکنه باعث شده سطح دریای مازندران پایین رفته به شدت موضوعی که پیش بینی میکنند اگر ادامه همین روند باشه تا 18 متر سطح آب این بزرگترین دریاچه دنیا پایین خواهد رفت و مشکلات زیست محیطی بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه لشکرکشی بزرگ آمریکا به منطقه و استقرار بیسابقه دو ناو هواپیمابر در حوزه فرماندهی سنت کام اتفاقی بیسابقه در دوره ریاست جمهوری بایدن پس از استقرار ناو هواپیمابر روزولت و گروه رزمی همراش در نزدیکی آبهای اسرائیل حالا ناو هواپیمابر آبراهام لینکن و گروه همراهش پس از عبور از تنگه مالکا وارد اقیانوس هند شدند تا در منطقه تحت کنترل سندکام یعنی خلیج فارس، دریای اومان شمال اقیانوس هند و دریای سرخ مستقر بشن. آیا منطقه خاورمیانه پس از جنگ حماس و اسرائیل آماده یک جنگ در ابعاد بالاتر میشه یا آماده یک توافق احتمالی آتش در مذاکرات قاهره؟ سلام من مراد ویسی هستم و در این برنامه به موضوع لشکرکشی بزرگ آمریکا به منطقه و تأثیرش بر تأخیر جمهوری اسلامی و حزب الله برای حمله به اسرائیل میپردازم. آمریکا همزمان با فشار سیاسی شدید برای وادار کردن اسرائیل و حماس به یه توافق آتش بس با لشکرکشی بزرگ هوایی و دریایی به منطقه خاورمیانه در حال استفاده از دیپلماسی قایق‌های های توپدار برای عقب روندن جمهوری اسلامی و حزب و جلوگیری از حمله اونا به اسرائیل بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهرانه در یه نشانه آشکار از بالا گرفتن این تنشات تو خاورمیانه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن رو که در اقیانوس هند آرام بوده با ترک دریای جنوبی چین الان وارد اقیانوس هند کردن تا به حوزه تحت فرمانده سندگام و ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس ملحق بشه ناو هواپیمابر لینکلن یکی از دوازده تا ناو هواپیمابر عملیاتی آمریکاست که در سراسر جهان و در چارچوب پنج تا فرماندهی جهانی آمریکا مستقرن که یکی از اون پنج تا سنت کامه از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا تو همین چارچوب یه ویدیوی تازه ای از عبور ناو آپمابر لینکلن منتشر کرده از تنگه مالاکا که دارید میبینید عبور این ناو رو از تنگه پرتردد مالاکا نشون میده که دو تا اقیانوس هند و آرام رو به هم متصل میکنه این ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از ورود به منطقه میاد در کنار ناو هاپمابر روزولت مستقر میشه که چند ماه گذشته رو همراه با گروه رزمیش تو منطقه تحت فرمانده سنتکام از خلیج فارس تا جنوب اسرائیل مستقر بوده و شروع کرده به پاسخ دادن به حملات هوسیا هنوز معلوم نیست که ناو هاپمابر آبراهام لینکون که داره میاد تو منطقه تو خلیج فارس مستقر میشه یا با فاصله گرفتن از آبای ایران تو دریای عمان یا دریای سرخ مستقر میشه ولی این نکته نکته مهمیه که استقرار همزمان دو تا ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه عادی نیست معمولا چون این اتفاقی فقط در مواقعی صورت میگیره که احتمال درگیری بالاست و خطر ورود به جنگ بالا احساس میشه ناو هواپیمابر روزولت که الان تصاویرش هم میتونید ببینید الان در نزدیکی اسرائیل مستقره هفت ماه در حالت عملیاتیه و تو ماه های گذشته هم و موشک اندازه همراهش نقش مهمی در خونسا کردن حملات پهبادی و موشکی حوسی ها به اسرائیل و کشتی ها در دریای سرخ داشتن یه نقش مهم هم در دفع حملات ایران داشتن در سه ماه پیش هر دو تا ناو هواپیمابر آمریکا هم لینکلن که داره میاد تو منطقه هم روزولت که در منطقه مستقره در واقع در حال ایجاد یه پوشش یعنی استقرار دریایی و هوایی در اطراف ایران و اسرائیل که خیلی هم کم سابق است این دو تا ناو هواپیمابر در واقع به طور همزمان پایگاه متحرک هوایی دریایی و زمینی حساب میشن و همین قدرت جنگی متحرک آمریکا رو در منطقه افزایش میده چرا چون از یه طرف این ناوای هواپیمابر پایگاه هوایی و دهها فروند هواپیمای جنگی رو هر کدوم از اینا مستقره به طور مثال ناو هواپیمابر لینکلن که الان داره میاد یه اسکادران هواپیمای رادارگوریز اف 35 روش مستقره از طرف دیگه این ناوا یه جور پایگاه دریایی متحرک هم هستن چون غیر از خودشون که یه ناو بزرگن یه گروه رزمی متشکل از چند تا ناوشکن و ناوهای موشک انداز همراهشونه که همشونا به موشکای کروز تام هاوکینا مستقر مجهزن علاوه بر این هر دوتای تای این ناو هواپیمابر یه پایگاه زمینی متحرک هم حساب میشن چرا چون هر کدومشون معمولا حامل چند هزار تفنگداره دریایی هم هستن حالا با استقرار این ناوهای هواپیمابر و گروههای رزمی همراهشون تو منطقه بخشی از فشار سیاسی نظامی همزمان آمریکا برای جلوگیری از یک جنگ گسترده در خاورمیانه داره تحمیل میشه رو منطقه از یه طرف آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رفته اسرائیل قرار فردان بره مصر و در حال هدایت فشارهای سیاسی شدید آمریکاست برای دستیابی به آتش بس بین حماس و اسرائیل و از اون طرف لویداستین وزیر دفاع آمریکا در حال ادایت یه لشکرکشی بزرگ دریایی هوایی به منطقه است که به حزب الله و جمهوری اسلامی هشدار بده که وارد جنگ با اسرائیل نشین و به عواقبش باید فکر کنیم تو همین چارچوب در حوزه نظامی لوید آستین اخیرا به ناو هاپمابر آبراهام لینکن دستور داد که زودتر خودش رو به منطقه برسونه و استقرار پیدا بکنه تو منطقه تو نیروی هوایی هم که تصاویرش حتما میبینید وزارت دفاع آمریکا دستور داده یه اسکادران جنگنده بمبافکن رادار گریز F-22 در منطقه مستقر بشه یه اسکادران F-35 دیگه هم که اونم رادار گریزه و هر دوتاشون هم از مدرن ترین هاپمای جنگی آمریکان تو منطقه مستقر شدن و اینا علاوه بر اون F-35 هاییه که روی ناو هواپیمابر آبراهام لینکن مستقرن در مجموع استقرار این تعداد اف 22 و, و اف 35 و, و ناو آپماور در اطراف ایران به نظرم نوعی تهدید مستقیم از طرف آمریکا علیه جمهوری اسلامی که وارد جنگ با اسرائیل نشید از طرف دیگه نه فقط تهدیده یه آمادگی واقعی هم هست برای که اگر جمهوری اسلامی و حزب الله به اسرائیل حمله کردن آمریکا آمادگی دفاع از اسرائیل رو داشته باشه مثل دفع حملات و موشکی و پهبادی ایران تو فروردین ما. ضمن اینه که این استقرار گسترده یه آمادگی اولی هم هست که اگه واقعا جنگ گسترده تر شروع شد و لازم شد آمریکایی‌ها وارد جنگ بشن به حد کافی تسلیحات و تجهیزات در منطقه داشته باشند و قافلگیر نشند نکته مهم دیگه که این وسط هست, هست همزمان با این لشکرکشی ها به منطقه همطور که گفتم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در نهمین سفر متوالیش به اسرائیل بعد از شروع جنگ حماس و اسرائیل با مقامات اسرائیلی امروز دیدار کرده توی این دیدارا بلینکن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اسحاق هرسوک رئیس جمهور اسرائیل با یوآف گالاند وزیر دفاع اسرائیل صحبت کرده گفته ما به عنوان آمریکا نیروها و تجهیزات بیشتری تو منطقه مستقر میکنیم که از شما و نیروها و پایگاه خودمون تو منطقه دفاع کنیم ولی همزمان بلینکن داره به اسرائیلیا ببخشید بلینکن داره به فشار میاره که توافق آتش بس با حماس رو بپذیرن که خطر جنگ با ایران کاهش پیدا کنه بلینکن به مقامات اسرائیلی گفته الان بهترین شانس و آخرین شانس که شما یه توافقی با حماس به دست بیارید و گروگان آزاد بشن. committed نتانیاهو متحد شده که تیم کارشناسان ارشد خودش رو به دوحه یا مصر بفرسته تا این روند رو به پایان برسونند. اما در وهله اول انتظار میره که حماس از طرح میانجیگری حمایت کنه و برای دستیابی به یک درک واضح از چگونگی اجرای تعهدات به همه ای ما بپیونده به رغم این فشار سیاسی شدیدی که بلینکن برای دستیابی, دستیابی به توافق داره میاره به اسرائیلیا حماس و اسرائیل دیدگاهشون هنوز خیلی از هم فاصله داره حماس خواستار عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل و آتش بس دائمی تو نوار غزه است و دنبال دریافت یه تضمینیه که جنگ بعد از توقف شش هفته ای و آزادی گروگان اسرائیلی ادامه پیدا نکنه چون طبق تر آتش بس که به تر بایدن معروف شده بعد از آتش بس شش هفته ای و مبادله گروگان اسرائیلی و زندانی فلسطینی قرار دوباره مذاکرات ادامه پیدا کنه هماس مهمترین ملاحظش اینه که اگر اسرائیل مذاکرات رو ادامه نداد یا ادامه داد و توافق نشد آیا اسرائیل دوباره جنگ شروع میکنه؟ هماس در فکر اینه که اگه گروگان ها رو بده دیگه کارتی برای بازی در مقابل اسرائیل نداره ضمن که نتانیو هم گفته حتی اگر توافق آتش بس به دست بیاد ما از سه نقطه در نوار غزه نمیریم بیرون و این یکی از مهمترین موارد اختلاف بین حماس و اسرائیل این سه نقطه یکیش گذرگاه رفعه که داری تصویرش رو میبینید یکیش کریدور فیلادلفیه و یکی هم کریدور نتزاریمه گذرگاه رفعه که داری تصویرش رو میبینید مرز بین نوار غزه و سهرهای سینای مصره که تا قبل از جنگ در اختیار حماس و مصر بود ولی الان اسرائیل تصرف کرده میگه من مرز رفع با مصر رو دیگه در اختیار حماس قرار نمیدم دومین نقطه گذرگاه فیلادلفیه که کل 14 کیلومتر نوار مرزی غزه و مصر رو تشکیل میده از کنار دریای مدیترانه تا جایی که غزه به خاک اسرائیل متصل میشه این کریدور فیلادلفی که دارید تصویرش هم میبینید طبق قرارداد صلح مصر و اسرائیل تو سال 1979 قرار بود منطقه حائل باشه بین مصر و اسرائیل سال 2005 که اسرائیل در دوره نخست وزیری از غزه عقب نشینی کرد و غزه رو تحویل داد این منطقه تحویل فلسطینیا و مصریا شد قرار شد یه نیروی 750 نفره مصری با سلاح سبک تو این کریدور فیلادلفی مستقر بشه ولی الان بعد از جنگ حماس و اسرائیل اسرائیل کل این نوار مرزی رو از دریای مدیترانه تا خاک خودش تصرف کرده و رابطه کل نوار غزه با مصر رو قطع کرده سیم خاردار چند لایه و مرتفع هم کشیده گشت مرزی هم گذاشته میگه اینو من دیگه در اختیار حماس قرار نمیدم نقطه سومی که توی این مذاکرات آتش بس به شدت مورد اختلاف حماس و اسرائیل کریدور نت زاریمه. کریدر نتزاریم وسط غزه است الان در اختیار اسرائیل ارتباط شمال جنوب نوار غزه را قطع میکنه توی تصویر موقع بینید بعد از غزه شهر غزه به پایین که هرچی هست بین غزه و شهرهای دیگه است عملیات ارتش اسرائیل موقعی شروع شد در نوار غزه ارتش اسرائیل از یه محوری در جنوب شهر غزه وارد شد تا دریای مدیترانه که پنج کیلومتر بود پیشروی کرد ارتباط شمال جنوب نوار غزه را قطع کرد که نیروهای حماس نتونن به هم کمک کنن البته حماس چون فکر این روزا رو کرده بود از طریق تونل متعدد زیرزمینی تا حد این ارتباط رو برقرار کرد ولی الان کریدور نتزاریم اسرائیل میگه نمیرم عقب یه تری بوده که از همین سال 2005 در زمان آریل شارون مطرح بود ولی کامل اجرا نشد و اسرائیل موقعی که سال 2005 عقب نشینی کرد ول کردن اینو الان که اسرائیل دوباره اینجا رو گرفته و رو دو تا جاده اصلی از شمال نوار غزه به جنوب یعنی جاده های صلاح و الرشید اشراف داره میگه من دیگه این کریدور رو به حماس نمیدم دست کم این ستای منطقه رو گفته نگه میدارم سه تا پایگاه بزرگ نظامی هم تو کریدور نتزاری میجاد کرده البته آخرین مذاکرات به لینکن گفته سر فیلادلفی ما یه تری به اسرائیل میدیم که اسرائیلیا بتونن این رو بپذیرن خب تو چون این شرایطی احتمال توافق بین حماس و اسرائیل خیلی سخت شده اگرچه بلینکن گفته اسرائیل تر آتش بس و پذیرفته و الان توپ تو زمین حماسه آمریکا هم یه فشار شدیدی داره به اسرائیل میاره که توافق رو بپذیره وگرنه ممکنه جنگ گسترده را بیفته از اون طرف مصر و قطر هم به عنوان دو تا میانجی عرب به شکل مستقیم و غیر مستقیم دارن از جمهوری اسلامی حزب الله میخوان که خیشتندار باشن و به خاطر انتقام خون هنیه و فواد شک اون فرمانده حزب که کشته شد حمله نکنن فرصت بدن که مذاکرات به نتیجه برسه و تو همین چارچوب شیخ محمد عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با علی باقری سرپرست وزارت خارجه ایران صحبت کرده بدرال وزیر خارجه مصر هم همین جمعه گذشته رفت لبنان و به رهبره الله پیام داد مصری ها گفتن ما تو اون دیدار پیام دادیم که از تمامیت ارزی و حاکمیت لبنان حمایت میکنیم ولی واقعیتش این بخش رسمی قضیه است بدرولاتی وزیر خارجه مصر در واقع به حزب الله پیغام داد که مذاکرات در قاهره ادامه داره به لینکن میاد به قاهره و ما امیدواریم یه توافقی به دست بیاریم ضمن اینکه که احتمالا مصری به ازبولا هشدار دادن که اگه جنگ بشه این دفعه با جنگ‌های قبلی خیلی تفاوت داره و ممکن تخریب‌های های در لبنان به نتیجه داشته باشه حواستون باشه بید. بنابراین الان قرار روز سهشنبه مذاکرات در مصر سر گرفته بشه نتانیاوان به هیئت اسرائیلی که دیوید بارنیار رئیس موساد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل و روننبار رئیس شینبت شاباک سرویس امنیت داخلی اسرائیل که عضو این هیئتن بهشون گفته ما از اون سه نقطه‌ای که گفتیم عقب نشینی نمی‌کنیم ضمن اینی که با مذاکرات با بلینکن برای آزادی گروگانها مخالفت نکرده و اونطور که بلینکن گفته اسرائیلیا تر آمریکا رو پذیرفتن امروز یه دیدار خوب و مهم با وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن داشتم من بسیار قدردان هایی هستم که ایالات متحده برای دفاع ای در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش انجام میده همچنین بسیار قدردان درک آمریکا از منافع حیاتی امنیتی ما در چارچوب های مشترکمون برای آزادسازی هامون هستم میخوام تاکید کنم تلاش ها برای آزادسازی حداکثر تعداد های زنده در همون مرحله اول توافق انجام خواهد شد خب این از آخرین موضع اسرائیل حماس هم که در مذاکرات هفته قبل دوهه شرکت نکرده بود همچنان سر موضعشه باید ببینیم در مذاکرات قاهره چه جوابی به تر آتش بس میده به همین دلیل همه چشما به قاهره دوخته شده که بالاخره این مذاکرات حساس ده ماه در دوه و قاهره به کجا ختم میشه اینم بگم که این مذاکرات به یکی از طولانی ترین مذاکرات آتش در جهان تبدیل شده از طرف آمریکا ویلیام برنز رئیس CIA که به نظرم با تجربه ترین دیپلمات زنده آمریکاست در مذاکرات این ویلیام برنز کسیه که از سال 1979 که در اردن به عنوان دیپلمات ساده شروع به کار کرد تا حالا سابقه 44 ساله کار دیپلماتیک داره که بخش مهمی از سابقهش هم در خاورمیانه بوده خود بلینکن هم به قاهره میره که فشار آمریکا رو بیشتر کنه از طرف مصریام سرلشکر عباس کامل تو مذاکرات که رئیس استخبارات مصر رئیس دفتر قبلی جنرال سیسی رئیس جمهور مصر و اصلا تو مصر همیشه سنت این بوده که پرونده فلسطین و اسرائیل در دست رئیس استخبارات بوده قبل سرلشکر کامل هم در دوره مبارک این پرونده دست سرلشکر عمر سلیمان بود که یکی از کار کشته ترین دیپلومات ها و مذاکره کننده ها در خواهر میانه بود از طرف قطری هم همطور که گفتم شیخ محمد عبدالرحمن مذاکرات رو اداره میکنه که هم نخست وزیر قطر هم وزیر خارجه شونه و این ترکیبی هم که شیخ عبدالرحمن هم نخست وزیر هم وزیر خارجه است یه ترکیبیه که ده بیست سالیه که تو قطر جا افتاده قبلا در دوره که هنوز شیخ تمیم امیر قطر نشده بود و پدرش شیخ حمد اداره قطر رو به عهده داشت تو اون دوره هم همین ترکیب بود یعنی شیخ حمد بن جاسم اون موقع نخست وزیر بود وزیر خارجه هم بود و خود این شیخ حمد بن جاسم اون موقع این هم یکی از کارکشته ترین مذاکرات و دیپلماتا ها در جهان عرب بود حالا مجموعا تو این شرایط در طرف جمهوری اسلامی حماس هم هنوز هشدار قبلی برای گرفتن انتقام هنی و فواد شد سر جاش ولی یه فرق بزرگه و اون اینه با لشکرکشی بزرگ آمریکا به منطقه شرایط طوری عوض شده که به نظر میاد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال سبک سنگین کردن حمله خودش و حزب الله به اسرائیل به فکر عواقع بشه همین هفته پیش علی خامنه ای همین هفته بود بعد از بیانیه مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان طوری صحبت کرد که بعضیا تلقی عقب نشینی ازش کردن بعضیا مثل من معتقد بودن که این حرفا عقب نشینی نیست چون اگه میخواست عقب نشینی بکنه اسمشو که نمیذاشت عقب نشینی کمایی که وقتی حاضر شد در مسئله هسته هم عقب نشینی کنه بر جامعه به نگفت عقب نشینی گفت نرمش قهرمانانه اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود استاد او کیه؟ او همون جوانهایی هستند هستن که شما براشون دارید الان بزرگ داشت برگزار میکنید دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگ اون جوان اهل فلون نقطه کشور فلون شهر فلون قوم فلون استان که میره در مقابل دشمن میسته نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه نه تحت تاثیر حرفای سیاسی او قرار میگیره نه فرهنگ او رو میپذیره او همین موجودی است که باید از او قدردانی کرد و قدرشناسی کرد اوس که در مقابل این جنگ روانی با همه ای وجود ایستاده اینو زنده کنید تو این بزرگ داشتا این حقیقت را مجسم کنید و نشان بدید این حرف منه با وجود این حرفا که نوعی رجزخانی هم هست الان شرایط با این لشگرکشی آمریکا به منطقه فرق کرده جمهوری اسلامی بیشتر از روزهای قبل به طور جدی داره به عواقب جنگ با اسرائیل و حالا با این لشکرکشی به عواقب جنگ احتمالی با آمریکا داره فکر میکنه و میبینه مسئله جدیه ببینید جمهوری اسلامی براش مهمه که ببینه نتیجه مذاکرات آتش بس بین حماس و اسرائیل و سفر بلینکن چی میشه چون اگه مذاکرات به یه آتش بس دائمی منجر بشه حماس میتونه از زیر ضربات اسرائیل نجات پیدا کنه و با توقف جنگ در غزه حملات حزب الله به اسرائیل هم میتونه متوقف بشه حزب الله از خطر جنگ شدید با اسرائیل و تضیف جدی در امان میمونه ولی این نکته اصلی در به تاخیر افتادن حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نیست جمهوری اسلامی براش مهمه که استفاده تبلیغاتی کافی رو از راهپیمایی سالانه حکومتی اربعین هم بکنه که تا هفته دیگه طول میکشه و جمهوری اسلامی براش مهمه که استفاده تبلیغاتی از این مراسم کامل انجام بشه و این اهرام تبلیغاتی رو به خاطر تنشای منطقه دست نده در رده اهمیت کمتری برای نظام مهمه که دولت پزشکیان مستقر بشه که این مسئله تا چهارشنبه و پایان جلسات رای اعتماد انجام میشه خیلی مهم نیست ولی به نظرم مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که حمله رو به تأخیر انداخته اینه که با این لشکرکشی آمریکا به خاور میانه که در دوره ریاست جمهوری بایدن بی سابقه است جمهوری اسلامی داره یه تغییر جدی رو تو روی کرده بایدن میبینه جمهوری اسلامی تا حالا فکر میکرد من هر چی. در منطقه تهاجمی عمل کنم بایدن مماشات میکنه و اهل درگیری با جمهوری اسلامی نیست این نگاه تا همین چند روز قبل هم درست بود بایدن تحریم نفتی جمهوری اسلامی رو اجرا نکرد به جمهوری اسلامی اجازه داد که صادرات نفتش رو به حدود 1.7 میلیون هزار بشکه در روز برگردونه در حالی که در آخر دوره ترامپ به 300 هزار بشکه در روز رسیده بود و ده میلیارد دلار پول مسدود شده جمهوری اسلامی در عراق و هفت میلیارد دلار دیگه رو در کره جنوبی آزاد کرد به جمهوری اسلامی داد ولی جمهوری اسلامی به جاش هم به حماس گفت که به اسرائیل حمله کنه و هم خودش به اسرائیل حمله موشکی و پهبادی کرد بایدن در مرحله بعد حتی وقتی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد درسته که به اسرائیل کمک کرد برای مقابله با حمله ایران ولی به اسرائیل فشار آورد که یه جوری به ایران جواب بده که منجر به جنگ نشه خودش هم به جمهوری اسلامی پیام غیرعلنی داد و علنی هم داد که ما به عنوان آمریکا دنبال جنگ با ایران نیستیم ولی بعد از اینکه که اسرائیل هنیه رو در تهران ترور کرد و جمهوری اسلامی گفت ما انتقام میگیریم بایدن مجبور شد به رغم اینی که دلش نمیخواست دست به یک لشکرکشی بزرگ هوایی و دریایی به منطقه بزنه چون خطر جنگ جدی بود این همون چیزی که ظرف روزهای گذشته معادلات منطقه رو تغییر داده و به نظرم تا حدی جمهوری اسلامی رو به فکر آخر و عاقبت حمله به اسرائیل انداخته آمریکا با استفاده از دیپلماسی قایقای توپدار یعنی آوردن ناوهای متعدد به منطقه و مستقر کردن همزمان دو تا ناو داره به جمهوری اسلامی پیام میده که وارد جنگ نشو این به نظرم تازه ترین نکته که به نظر میاد جمهوری اسلامی رو به طور جدی به این فکر واداشته که یه جنگ احتمالی با اسرائیل که حالا آمریکا هم داره نشون میده آماده ورود به جنگ چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه ضمن که جمهوری اسلامی از اون طرفم اگر حمله نکنه طرفداراش میگن که ترسیده این شایعه هم راه افتاده که ممکنه جمهوری اسلامی مثلا خودش هانیه رو کشته شده باشه اگر هم حمله کنه ممکنه گیر کنه توی این قضیه که وارد جنگ با آمریکا باشه جمهوری اسلامی هر دو تا طرف قضیه براش خیلی خیلی دشواره و به همین دلیل تصمیم گیری براش سخته خیلی ممنون و متشکر از توجهتون شب و روز شما خوش